بگه آقا تو خودت سیمرغی، خواسته بهش بگه اراده داشته باش، تلاش کن، پاشو کار کن، تنبل نباش، به خودت اعتماد داشته باش. میدونی میخواد به جامعه حرکت بده. خب این کلمه رو خشک بخواد به جامعه بگه ازش نمیپذیره. میدونی نصیحت خشک، این نصیحت رو ریخته تو ظرف اسطوره، اسطوره سیمرغ رو درست کرده. خواسته بگه با هم اتحاد داشته باشید، همکاری بکنید، با هم همکاری بکنید، سیمرغ خودتونید. میگیدی چی میگم؟ واقعیت نداره. پرنده‌ای به اسم سیمرغ نیست. همون وقتی هم که داره برای شما راجع به سیمرغ میگه، شما میدونی که یه همچی چیزی نیست. برای همین که میدونی نیست، لایه اولیه ظاهری رو میذاری کنار، میری ببینی پشت پردش چی میخواد به تو برسونه. میبینی داستان سیمرغ بحث اتحاده، بحث استقامته، بحث اینه که کم نیار، بحث ناامید نشدنه. اونایی که ناامید شدن از داستان سیمرغ جا موندن، اونایی که امیدشون رو حفظ کردن، تلاش کردن، ایثار کردن، استقامت به خرج دادن، رسیدن و راز سیمرغ رو فهمیدن. اشکال از کجا پیش اومد؟ ببین تا وقتی داستان فقط اسطوره است و ما داریم اسطوره میگیم و تو میدونی من دارم اسطوره میگم، مشکلی پیش نمیاد. اشکال از کجا پیش اومد؟ اشکال از اینجا، مثلا طرف تاریخ نگاره، باید تاریخ بنویسه. در تاریخ باید واقعیات رو بنویسی. این اسطوره انقدر براش بیان شده، انقدر اسطوره رو جدی گرفتن یه عده، اوورده در تاریخ از اسطوره ها استفاده کرده که واقعیت ندارن و نسبت های غیر واقعی داده به آدم ها. میگیدی چی عرض میکنم؟ این باعث میشه که شما وقتی تاریخ رو میخونی این آدم دست نیافتنیه. ببین یه آدمیه هیچ عیب و ایرادی نداره. خب نمیشه، آدمی زاده، بالاخره آدمی قضا کجا. مثلا شما مثلا میگم شما انبیا رو چون واسه شما وقتی نقل کردن طبیعی براتون نگفتن ازشون، خیلی تو نقل اسطوره ها قاطیشه دارن بیان میکنن برای شما. خب چون دوستش داشتن طرف و هرچی اسطوره خوب بوده بستن به این، گفتن این بوده. آقا فلان قضاوت بود، میگه بله این قضاوت مال حضرت امیر، حالا قضاوت مال حضرت داوود مثلا در انجیل اومده، این نسبتش داده به حضرت امیر چون علی براش بزرگ بوده. هر چی گفتم بابا علی خودش رو بشناسی، نیاز نداره از هیچ جا فضیلت بیاری جذب این ایشون بکنی، خودش پر از فضیلته، هی بتونه به دیگران فضیلت بده. منتها طرف حال نداشته، هر چی فضیلت شنیده گفته بله آقا علی همینجوری بود. از اون بعد اون که طرفدار حضرت مسیح بوده، هر چی فضیلت شنیده گفته حضرت مسیح اینجوری بود. برای همین انبیا تو ذهن شماها خیلی اسطوره‌این، چون اسطوره این با واقعیت تطبیق نداره زندگیشون. مثلا که شما نمیدونی شغل انبیا چیه، خب حضرت عیسی از کجا پول میورد، غذا میخرید، میخورد، هوا که تنفس نمیاد، فتوسنتز که نمیکنن که، بگیم مثلا نور خورشید بهش میخوره، فلان غذا میخوره، غذا هم مجانی نیستش که آقا. و شما میبینید هر چی فیلم ساختن از انبیا توش تمام انبیا بیکارن. شما یه پیغمبری که شغل داشته باشه نمیبینید. میگید چی عرض میکنم؟ میخوام بگم چرا بیکاره؟ چون اصلا شخصیت واقعیش تو نمیشناسی. شخصیت غیر واقعی واسه شخصیت اسطوره‌ایش رو دارم به تو معرفی میکنم به اسم شخصیت واقعیش. در شخصیت واقعی، دنیای واقعی، این ایجا ازدواج کرده توی خونه، اولا متولد شده، بعد که متولد شده بچه بوده، رفته تو کوچه بازی کرده، چهار تا همکلاسی داشته، هم مدرسه‌ای، چه میدونم هم محله‌ای داشته، بازی میکرده، دعواشون میشده، بچه است دیگه، بچه بچگی میکنه دیگه، بعد بزرگ شده، جوان شده، یه جایی فکر کرده، یه جایی مطالعه کرده، چهار تا استاد دیده، یه چیزی خونده، همینجوری رو هوا نیستش که مثلا فکر کنه حضرت موسی همینجوری تو خونه فرعون بود و بعد بزرگ شد و یه دفعه یه روزی هم یه پرنده اومد تو این، گفت من جبرائیلم، واسه پیام آوردم تو پیغمبری. این چه درس خوند؟ چه فکر کرد؟ کجا تربیت شد؟ خب میدونم آقا، من به شما گفتم درست فکر کن، حالش نداری بعدش بیا من برای توضیح بدم چیه. مگه من که گفتم جوابشو ندارم؟ گفتم جوابشو میدونم، بعد جلسه بیا به توضیح بدم چیه، چون جوابش مقدمه میخواد جلو دوربین، الان وقتش نیست مقدمه بگم توضیح بدم. من به شما گفتم جواب نمیدم به شما؟ خب همینو به شما جواب دارم براش، برای همین چیزی که دارم میگم جواب دارم براش، برای شما، برای اون سوال شما جواب دارم. آقا من حرفم والا تمام نشد، اگه اجازه بدید من بگم حرفمو نمونه.
چرا انبیاء ذهنت اسطوره‌این، شغل ندارن، معلوم نیست چجوری ازدواج کردن، از کجا پول آوردن، خوردن، اخلاق اجتماعشون چی بوده، چیکار میکردن؟ چون در بیان زندگی انبیا اسطوره‌ای براتون ساختن ازش، یعنی یک چیز غیر طبیعی زندگیاشون رو نگاه میکنی، معلوم نیست پولش رو از کجا میارن. مثلا شما خود اهل بیت، مثلا من یه وقتی میگفتم شغل حضرت عباس چیه، هیچ کی بلد نبود. حالا هر کیم که اینا که بلدن، نه که خودم بهشون گفتم، چون نمیدونسه شغل، مگه شغل، مگه اصلا فکر نکرده بودم شغلش چی بود. آقا علی اکبر شغلش چی بوده؟ حضرت علی اکبر شغلش چی بوده؟ از کجا پول می آورده؟ امام صادق کار تجاری میکرده، پول از کجا آورد کار تجاری کرد؟ میبینید چی شده؟ شما در نقل تاریخ باید واقعیت رو بگی، واقعیت رو با اسطوره قاطی کردی، گفتی شخصیت شده اسطوره‌ای. شخصیت اسطوره‌ای منطقی نیست، ارتباطای منطقی نداره، شغل نداره، بابا ننش معلوم نیست کیان، چه جوری ازدواج میکنه معلوم نیست، روابط اجتماعیش معلوم نیست، با کی همسایه بوده معلوم نیست. 200 خورده ای سال اهل بیت ظهور داشتن، تو مردم زندگی کردن، همسایه داشتن، همکار داشتن، شریک تجاری داشتن، کشاورزی کردن، تجارت کردن، خرید و فروش کردن، کلاس درس داشتن فلان، اما هیچ کدوم اینا رو هیچی ازش هیچ اطلاعی نیست. میدونی چی میگم؟ الان امام هادی شغلش چی بوده؟ اصلا شغل داشته امام هادی؟ خواه کجا میورده زندگی میکرده بس؟ میدونی چی میگم؟ این حالا راجع به انبیاست. اون وقت اینا تو تاریخ هم از این کارا کردن، یعنی کجا اشکال پیشون؟ بس داستان تا اسطوره بود و ما میدونستیم اسطوره، مشکلی نداشت. وقتی اسطوره رو به جای تاریخ قالبت میکنن به مشکل میخوری، وقتی اسطوره رو به جای دین قالبت میکنن به مشکل میخوری. یعنی میگن این ظاهر رو بپذیر، این شده، نمیگن برو دنبال حقیقتش، میگن نه این واقعیته. اشکال از اونجای پیش میاد که اسطوره رو با واقعیت اشتباه میگیرن یه عده. هر کجا اسطوره رو با واقعیت اشتباه بگیرن بشر به مشکل میخوره. شما تو علم طب، طب قدیم ببینید پر از اسطوره است. طرف تب کرده، مثلا میگه برو در قبرستون فلان جا شمع روشن کن تب این خوب شه، دارو اسطوره است. آقا یارو چند جلد کتاب طلسم نوشته برای درمان بیماری ها، مسیحیه، چند جلد کتاب نوشته برای درمان مریضی ها، با چی؟ با طلسم. دقیقا همین آوردن تو دین خودم، فلان آیه رو بخون دندون دردت خوب میشه. بعد اینو یکی باور کرده، اشکالی که الان پیش اومده چیه؟ میگن چطور آقایون علما مریض میشن میرن انگلستان درمان، خب همون آیه رو بخونن خوب شن. میگیری چی میگم؟ اشکال کش. پس وقتی به جای طب اسطوره رو نشوندی توی جایگاه طب به مشکل میخوری، اسطوره رو نشوندی تو جای تاریخ که باید واقعیت رو بگی به مشکل میخوری، اسطوره رو بشونی به جای حقیقت دین به مشکل میخوری. پس وقتی نفهمید طرف اسطوره است و اشتباه گرفتش با حقیقت، مشکل از اونجا شروع. شما جغرافی 300 سال پیش کتابا جغرافی بخونید، پر از اسطوره است. خورشید یه جایی در دریا فرو میره، خورشید میره تو دریا فرو، در دریا فرو میره. بعد آدم دانشمندی نوشته، نفکر کنی یه آدم معمولی، گرفتار اسطوره شده، اسطوره رو درک نکرده، اسطوره رو به جای جغرافی غالب کرده. نه متوجه شد تو طب که بی نهایته اصلا، طب داستان. ببین به جای رسیده بود، کتابه چی بود که یا رو غزلیات گفته بود، رباعیات کی بود؟ ابو سعید ابوالخیر رباعیات گفته، بعد طرف کتاب نوشته که دندون درد شدید فلان رباعی ابو سعید ابوالخیر رو بخونید خوب بشید. نازایی داری فلان رباعیشو مثلا بنویس، مثلا با زعفرون بر پارچه فلان این رباعی ابو سعید ابوالخیر رو بنویس، بچه دار میشی. یعنی کاری که مؤسس رویان میکنه اونا با زعفرون با رباعیات میکردن. میگیری چی میگم؟ جوابم که نده، مشکل کیه؟ تو نیت درست نیست. نیت دو... اگر هم یه وقت اتفاقی جواب داد، گفت از قضا اسکنجبین صفرا فزود، میگه دیدی گفتم بنویسی میشه. خب دیگه
میگم ببین اسطوره کجا رفته که یارو رباعیات ابوسعید ابوالخیر رو به عنوان دارو تجویز کرده. این دی آی قرآن اینا رو بذار کنار، رباعیات رو بخون خوب میشه. نه که خودش این کارو کرده ها، یه کسی مرید بوده بعد رباعیاتش رو خونده دیده چیز خوبیه، گفته خب چیکار کنم مردم بخونن، نشسته اسطوره سازیش کرده، گفته درد دندون اینو بخون خوب میشه، تموم شد رفت. درد سر اینو بخون خوب میشه، مثل همونی که گفته خواص آیات قرآن فلان. شهید ثانی میگه من رفتم دیدم این احادیث نقل میشه، خب دیدم از حدیث منطقی نیست، این یه آیه رو بخونی ثواب سه تا ختم قرآن داره. خب سه تا ختم قرآن که این آیه توشه، این که چی میشه؟ این که میشه توان که اصلا یه چیز عجیب میشه. سه در زه در زه همجوری انگار دو تا آینه گوشتی رو هم یه مداد بذار وسطش میشه بی نهایت تصویر تو هم دیگه، این که اصلا منطقی نیست. بعد شهید ثانی میگه من پا شدم رفتم بصره پیش علمای بصره، چقدر اونجا وایسادم تلاش کردم که اینا این روایتو میگن از کجا میگن، یه وقت منبع پیدا کنم، اعتمادشون رو که جلب کردم به من گفتن واقعیت ما از قول فلانی میگیم که تو مدینه است. پا شدم رفتم مدینه، بعد طرفو پیدا کردم، چقدر شاگردیشو کردم، به من اعتماد کرده. بعد بهش گفتم که خب حاجی اینا رو از کجا میگی شما؟ گفته خودم درست میکنم. گفتم خب چطور؟ گفت من مردم قرآن نمیخونن. گفتم حالا حداقل دو تا سوره رو بخونم، هر شب قبل خواب یه سوره چی بخونم، یا آیه مثلا یه قول هو الله دیگه حداقل بخونم. میگه بهش گفتم خب پیغمبر که گفته کسی خط جلب کنه حدیث علیه، گفت من علیه پیغمبر حدیث جلب کردم، من به نفع پیغمبر حدیث جلب کردم که مردم حداقل برن دو تای قرآن بخونن. یعنی یارو با انگیزه مثبت ورداشته یه چیزی درست کرده، خب بعد یه کسی اینو باور کرده، اینجا به مشکل خوردیم. یه بار یک دانشمندی میدونه آقایون تمام سرمایه معرفتی بشر تا 300-400 سال قبل فقط و فقط و فقط در ظرف اسطوره بود، هیچی دیگه بشر غیر اسطوره نداشته، هر چی فهمیده از عالم ریخته تو اسطوره تا حفظ بشه. یه مثلا جنازه رو مومیایی میکردن مصری ها که بمونه، این مومیا کردن حقیقته، اسطوره سازی مثل مومیایی کردن حقیقته که بمونه که برسه به نسلهای بعد. اسطوره رو بشر بگیری همه چیشو ازش گرفتی. آدم های اندیشمند اگه جامعهشون اسطوره نداشت اسطوره تولید میکردن براش. طرف یه بینوایان نوشته یه انقلاب درست کرده تو فرانسه، میگیدی چی عرض میکنم؟ این داستانو. خب اما اشکال از کجا پیش اومد؟ از اونجا که یه عده اومدن اسطوره رو با حقیقت اشتباه گرفتن. در هر رشته علمی اسطوره با حقیقت اشتباه گرفته بشه دردسر برای بشر درست میشه. بعد یارو گفته که بله دیگه خورشید در فلان جا در فلان دریا مثلا داخل فلان دریا میره، فلان دریا خورشید میبره. بعد شما گفتین آقا اینجوری نمیتونه باشه، گفته خب کافر شدی دیگه، ببین دیگه داری حرف بی خود میزنی، بعد شد داستان تکفیر. یا تو طبش همینطور، تو طب انقدر آدم کشتن، این هنوزم دارن میکشن الحمدلله، هنوزم الان طب اسلامی داریم، طب ایرانی داریم، طب همینجوری داریم، مثلا 4-5 طب اونجوری داریم، یه مثلا یه وزارت بهداشت هم داریم که ظاهرا مسئول هیچی هم نیست. یعنی مثلا مثلا دکتره که تو دانشگاه خودمون درس خونده میارن تو تلویزیون راجع به مضرات پفک برای بچه‌ها صحبت میکنه، بعد همون وزارت بهداشتی که این تو دانشگاهش درس خونده مجوز تولید پفک رو میده، بعد همین تلویزیونی که میگه سیگارو تبلیغ نمیکنم ضرر داره، پفکی که خودش میگه ضرر داره تبلیغ میکنه. حالا فقط خدا رحم کرده که این شرکت آلیس پفک تولید نمیکنه، وگرنه میگفتی پفک میخوام، گفت چیشیشو بدم. پیره مردم میگفت پفک میخواد، میدونم خب این انواع داره. یعنی یک بلای سر بچه تو میاریم که سر 30 سالگی دیگه به درد زندگی نخوره، خودش آرزوی مرگ کنه، چون معدهشو نابود میکنیم، کل بدنشو نابود، آشپزخونه بدنشو به لجن میکشیم. آقا به اسم طب بیچاره کردن ملتو، اسطوره دارن تو داروهاشون نمیدونن. میگه بارون فلانجا رو بگیر بعد فلان کار رو انجام بده، اینجوری بکنون بارون دوای فلان درده. بعد یارو میره وای میسه اونجا، بارون میاد، بارون تو مجمع جمع میکنه، میاد اون غزلیاتی که ابوسعید ابوالخیر واسه بارون میخونه میده بچه میخوره، بعد میده بچه مرد. بابا دکتر بچه تو قدیم نمیدونستن تب برای چی درست میشه، میگفت چشش زدن تخم مرغ میومد جلوش میزد زمین،
بچهش خوب شه. آقا تب مال عفونته، تموم شد رفت بره یه متخصصی ببینه کجاش عفونت کرد. یعنی شما هنوز درگیر اسطوره اید، شما هنوز بچه‌تون تب میکنه یه تخم مرغ رو میارید اسراف هم میشه نگه میدارید، یه دعوا اجتماعی هم میشه، میگه اسما رو بگو، کبرا خانوم، صغرا خانوم، اخ شکست صغرا خانوم بوده، دعوا درست میکنید که تخم مرغ میشکنید داره برای بچه‌تون. مگه نمیکنید این کارا رو؟ ماشین رفته خریده، ماشین تولید آلمان رو خریده، بی ام و رو، بعد گوسفند رو میکشه جلو ماشین، دست میذاره تو خونش میذاره رو... اگه تولید کننده بی ام و بدونه تو یه همچین غلطی میکنی نمیذاره اصلا وارد کشورتون بشه، میگه همون شما سمند سوارشین. مرد حسابی اصلا دیدی ماشین آدم اصلا وحشت میکنه. من مثلا بچه سوال کنم توضیح نمیدم این چیه، چون بعد راجع به شعورمون راننده صحبت کنم، تو خون گوسفند پاشیدی رو ماشینت که مثلا چش نزنم ماشین تو، برو درست رانندگی کن مرد حسابی. این همه آدم تو دنیا دارن درست رانندگی میکنن، هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد، رانندگی بلد نیست، درست رانندگی نمیکنه، پشت ماشین زدی بیمه ابوالفضل، ابوالفضل به تو نگفته برو درست رانندگی کن، درست فکر کن، خوابالویی پشت ماشین نشین، چه میدونم سبقت غیره و سرعت فلان نرو، چیکار نکن، اینا رو بهت نگفته، گفته فقط بنویس بیمه ابوالفضل، فقط هر غلطی خاصی بکن. بعد میره تصادفم میکنه، یکم عکس میگیره میگه آقا ببینید ابوالفضل کاری براش نکرد. خب ابوالفضل عقل داده مرد حسابی؟ کجا ابوالفضل گفته من جا عقل تو میشینم؟ کجا ابوالفضل گفته تو 340 تا سرعت، 300 تا سرعت، مثلا 280 تا سرعت برو بعد منم تو رو نجات؟ کجای همین چیزی گفته آقا ابوالفضل؟ بیا ببینم، میخوام بگم اسطوره رسوخ کرده در زندگیمون، هنوزم هست در تب دیگه، اصلا وحشتناکه، جون مردم باش سر کار داره. ولی خب یارو باورش شده که اگه مثلا بره مثلا خرمای فلان جا رو بیا فلان نخلستان خرماشو بیاری، مثلا فلان دعا رو بهش بخونی، این خرما دوای مثلا فلان مریضیه. باور کرده یارو، همش اسطوره است. حالا شما یه پیاز اکله شنیدید، یه پیاز اکل شما شنیدی که یارو برش روایت درست کرد که پیغمبر گفته هر کی از این پیاز بخوره بهشتی میشه، 100 تا دیگه‌ش از روش درست کردن، یارو خرماش رو دستش مونده براش حدیث درست کرده، پیازش رو دستش مونده حدیث درست کرده، سیب زمینیش مونده حدیث درست کرده، چندان هر چیش مونده یه حدیثی براش درست کرده بخر فلان. شما کلی سنگ می‌خرید انگشتر می‌کنید دستتون می‌کنید، اصلا نمی‌دونید چی چی ها. بعد مثلا تو دنیا برید نشون بدید، یارو میگه خب الان این چیه، این چیه تو دستت که جواهر نیست که، جواهر میشه بریلیان، میشه زمرد، میشه یاقوت، اینا میشه جواهر، خب این چیه تو دستت کردی؟ مثلا میگه این سنگ بیابون فلانجاست، میگن این دستت کنید روزیت زیاد میشه. سنگ کجاست؟ بگو من برات بیارم دستت کن، 3 ماه دیگه 1,000,000 تومان پول بیار بده ببینم. چرا آخه بچه ها بسته دیگه، خیلی ساعت چنده؟ بسته دیگه. آره بس، بذار سوالاتونو بعد جلسه، من یه چند دقیقه صحبت کنم یه مطلبی بگم براتون بعد دیگه، هر کی سوال داشت بعد جلسه. اسطوره چجوری درو؟ آقا من چرا اینا رو دارم به تو میگم؟ ببین طرف اسطوره رو کرده دوا، کرده نسخه پزشکی، بعد برای اینکه تو بهش اعتقاد پیدا کنی یه قال از صادق هم گذاشته بغل دستش، بهش گفته طب مثلا اسلامی. بعد جذاب اینه که مثلا میگه حضرت امیر فرمود فلان چیز برای فلان چیز خاصیت دارد، بعد خود حضرت امیر مجروح شده رفتن دکتر چی آوردن؟ غیر مسلمون. بچا گوش میکنید این چیه قضیه؟ آقا یه بار دو بار سه بار پنج بار گوش کنید دیگه، حالا بعد جمله منو یه جوری دیگه میری میگی چی؟ گوش کن بچه، گوش کن. داستان چیه؟ حضرت امیر مجروح شده دکتر غیر مسلمون آوردن، یعنی تو مسلمان هم دکتر نبوده، غیر مسلمون آوردن براش، درسته؟ چرا حضرت امیر نگفته که برید مثلا فلان مرهم فلان برید درست کنید، مخلوط کنید اینو بردارید بیارید؟ چرا رجوع کرده به پزشک؟ میدینی من اشکالم کجاست؟ به شما دارم میگم ببین اسطوره رو بشناسی، بعد میتونی تو تاریخ داره برات اسطوره میگه، تو فکر میکنی تاریخه، وقتی اسطوره شناسی بلد باشی میفهمی این اسطوره است، میگی تاریخ نیست، بعد نمیتونه تهمت بزنه به حضرت امیر، بگه آقا علی بن ابی طالب مثلا فلان کار انجام داد، با شما میگه آقا این که اسطوره است، این واقعیت نداره که.
بعد اسطوره هم از هم قرض گرفته میشه. ببین مثلا میگم یه اسطوره ایرانی شما دارید به اسم ضحاک، چی بوده؟ پادشاهی که هزاران سال مثلا چند صد سال حکومت کرده، دو تا مار رو دوشش بوده، مغز بچه‌ها رو می‌خورد، جوونا رو می‌خورد. بعد روزی دو تا جوون رو می‌کشتن، مثلا مغزش رو می‌دادن مارای رو دوش این بخورن فلان بشن. دقیقاً ما خدای تاریکی داریم که اسمش شبیه همین اسم ضحاکه، در یک اقلیم دیگه ای فکر می‌کنم جزء اسطوره‌های هندوستان باشه، حالا اگه درست تو ذهنم باشه. که آقا اصلا داستان چیه؟ میگه آقا یه اسطوره داشتن خدای تاریکی، چون هر چیزی خدا داشت دیگه، خدای دریا، خدای باد، خدای طوفان، خدای نسیم، خدای چشمه، خدای ابر، خدای خورشید، هر چیزی، هر اتفاق که میافتاد، خدای تولد، خدای مرگ، برای هر چیزی یه خدای، یه اسطوره درست میکردن. بعد اسطوره ها رو از هم قرض میگیرن. برای همین شما برید مثلا اسطوره های هندوستان رو بخونید، ها، اسطوره‌ای که تو بودایا هست، توی برهمایا هست، یا برید اونور اسطوره‌ای که تو روم هست بخونید، اسطوره‌های ایرانی رو بخونید، می‌بینید که انگار از همدیگه قرض گرفتن اسطوره‌ها رو، اسمشو عوض کردن. این خدای تاریکی داشته، این خدای تاریکی رو کرده یک حاکم تاریک، کرده ایش ضحاک. شما که اسطوره شناسی بلد بشی بتونی بفهمی این اسطوره است چی، اسطوره است چی نیست، وقتی میگه ردشو پیدا می‌کنی که این برای فلان آقا، این اصلا اسطوره فلان دینه، فلان مکتب، فلان مثلا تمدنه، این ربطی به اسلام نداره، این ربطی به دین نداره، حتی ربطی به مسیح نداره، ربطی به حضرت مثلا موسی کلیم نداره، این ربطی به انبیا نداره. انسان احساساتی که در احساس داره رشد میکنه جواب سوالهاش رو نداشت بده، نه از فلسفه، نه از عرفان، علم تجربی که الان هم هست نبود، جواب برای احساسش نداشت، جواب تولید میکرد، جواب اسطوره‌ای. اینا رو هم تو مراودات فرهنگی از هم قرض میگرفتن. شما ادیان نگاه کنید از هم احکام قرض میگیرن. اسطوره‌های دینی هست تمامش وامده، تو تمام ادیان مشترکه، میری میبینی همه شون دارن. گفتم اون روز بهتون، شما چاه دارید میرید نامه میدازید توش، میگیرید چاهیه که آب داشته باشه فلان، تو همه مثلا جمع کردن. حالا اینکه دوتا اتاق میرن توش نامه میریزن، کار ندارم، مثلا یه چاه. دقیقا همین تو مسیحیت دارید با همین اسطوره که آقا یک مثلا کشیشی بوده فوت شده، به خواب یه دختری اومده، گفته اگه مشکلی داشتی نامه بنویس، در زیر زمین این کلیسا یک چاهی هست، بیاد بریزه. فکر میکنم توی قسطنطنیه کجا یه جایی، من برام کلیساشو فرستادن عکسش، که دوستام عکس گرفته فرست قشنگ. همین الان ها، همین 2020 میلادی شدیم دیگه ها، در 2020 میلادی همین الان کلیسا هست که میری تو زیر زمین، خیلی هم با کلاستر از ما درست کردم اونا، قشنگ تخت میز هست و کاغذ هست و قلم و همه چی هست، شما خواستتو مینویسی، حاجتتو میندازی توی چاه آبی و اون کشیش حاجت شما رو روا میکنه، نام شما رو میخونه، کشیشی که سالهاست فوت شده. از هم قرض میگیرن. خب اسطوره بس میخوام بگم فایدهش کجاست. فایدهش اینه که شما در تاریخ، در دین، در طب، در جغرافی ها میتونی فرق اسطوره رو از واقعیت تشخیص بدی، اون وقت نمیتونن بزرگانتو بزنن برات. خیلی چیزایی که راجع به حضرت امیر میگن که الان حضرت امیر رو میبره زیر سوال، چیزایی که توی اسطوره‌ای، آقا یه شب گردن اینجا آدم، اصلا گردن زدن شما یعنی چی؟ بعد میزن اینقدر عدد گردن زد، یعنی اونی که اونایی که میزدن رفتن گیوتین رو اختراع کردن که بتونن بزنن، اونایی که روزی مثلا چند صد تا رو میزدن نمیتونستن، بعد یه نفری چجوری زده، یکی هم نشسته. بعد ببین هی هم تکمیلش میکنه اسطوره رو، قبلا میگفتن حضرت علی بوده، بعد گفتن نه حضرت علی بوده، مثلا زبیر هم بوده، مثلا این شمشیرش هم تیز میکرده. بعد بیا جلوتر میگه آقا نمیشه ها، مثلا تایما نمیخونه، هر کی بخواد بکشی چند دقیقه طول میکشه، یارو نشسته حساب کرده گفته مثلا یه شب بعد بشه 19 ساعت 20 ساعت نمیشه که. بعد میگه ها نه فلان کسک هم بود، یه اسمی هم میگن تو چی کنی قبول بکنی، کاری نداره که.
خالد ابن نمیدونم فلان ابن فلان، حالا کی بره در بیاره، ایشون هم بود، اونم یه شمشیر. بعد میگه که آقا شمشیر از طریق معمولی نبوده که. من برای شما روایت بیارم، طرف نوشته که ذوالفقار اقلاف در میوردن 40 ذراع میشد، تو کتاب نوشته ها، نه کتاب معمولی، یعنی قشنگ اسطوره است. بعد شما شمشیری که مثلا میگم تو این مصطفی عقاد، حالا خدا رحمتش کنه، اونم مثلا چیزی کرد احترام گذاشت به شیام، چهره از تعمیرم نشون نداد حتی، مثلا حالا اون باخ احترام حساب میکرد. مثلا ذوالفقار رو چجوری نشون دادن؟ یه شمشیر اینجوری از دو طرف بازه. خب بیا اینو بذار تو غلاف بکن ببینم اینو چجوری میذاری تو غلاف. مثلا تو غلاف نمیره شمشیر اینجوری باشه، یعنی هنوز نشسته فکر بکنه که آقا ذوالفقار اگه شکافته شده باشه اینجوری، بابا یعنی یه شمشیر که دو طرفش استفاده میشه، اونم هنر اون شمشیر زنه که استفاده میکنه. بعد داشتی یه اسطوره درست کردی، فکر منطقی هم نکردی حتی تو ظاهرش که خب این چه جوری میره داخل غلاف میشه، بعد غلافش باید یه چیز مثلا پهنی باشه که بری تو درست کنی. خب این چه فکریه کردی تو؟ هیچ آقا فکر نکرده هیچ چیز رویایی درست کرده. مثلا میگه حضرت امیر تو نماز به فقیر یه انگشتر هدیه کرد، حالا خواسته کارو ببره بالا، ذهنش کمیتیه، ذهنش کیفیتی نیست، میدونی؟ نمیفهمه که علی در نماز از یاد خدا غافل نمیشه، نمیفهمه که درس این داستان اینه که توجه به خلق خدا توجه به کیه؟ به خدا. علی در نماز از خودش غافل میشه نه از خدا، توجه به خلق خدا توجه به خداست. اینا درک نکرده، اومده بگه خب این کار بزرگی بوده، اومده انگشترش کرد، میگه گفته این انگشتر میدونید این انگشتر خراج مثلا شام و فلان بود. بعد یکی نیست بگه که علی ابن ابی طالب خراج شام چند میلیارد میشه به پول الان، کرده بود یه انگشتر دستش کرده بود. ببین چه جوری بافته، چرا بافته؟ حقیقتو دست پیدا نکرده، یه اسطوره بافته که آقا ارزش کار علی به نیت علیه، به معرفت علیه، که توجه به خلق خدا توجه به خداست، پس در نماز از توجه به خلق خدا غافل نمیشه. ولی ما میخوایم ادا دراریم، نماز میخونیم، یارو مثلا داره بالبال میزنه یه جا داره خفه میشه آب میخواد، ما داریم نماز میخونیم، بعد میگه که نماز تموم شد، ببخش من متوجه نشدم. خب تو چرا متوجه نشدی؟ چون داری فیلم بازی میکنی، چون داری دروغ میگی، چون دروغگویی. چی متوجه نشدم؟ کریم اگه پیغمبر داشت نماز میخون، میگه دیدم پیغمبر نماز رو سریش کرد، سریع دیگه مستحبات انجام نده، سریع نماز تموم. گفتن آقا چی شد؟ فهم صدا گریه بچه رو نمیشنمه؟ پیغمبر تو نماز صدا گریه بچه رو میشنمه، تو نماز صدا گریه، تو از خدا هم تو نماز غافل میشی ظاهرا. ببین طرف کیفیت نماز رو نفهمیده، یه اسطوره براش ساخته. کجا؟ گفته این انگشتر میدونی چه قیمتی داشت؟ وقتی شما اسطوره شناس باشی میفهمی بافتنیه، نمیتونی یه انگشتر اندازه خراج شام باشه، یا تو نمیدونی خراج شام چقدره، یا نمیفهمی که یه انگشتر مثلا تش چقدر، مثلا چی بوده انگشتره، چقدر میتونه یه انگشتر ارزش داشته باشه. بعد تو دست علی چیکار میکرد؟ بعد چجوری بخشید به یه نفر؟ خراج شامو دادی به یه نفر؟ چرا؟ و حالا میخواست اینو چیکار کنه؟ به کی بفروش؟ کی میتونه ازش بخره؟ کی میتونه اینو بخره؟ فکر کنه مثلا الانه، مثلا میره بانک بین الملل جهانی میفروشه، آقا من یه الماسی دارم مثلا بیا در من بخره. مرد حسابی مثلا کل مدینه مگه چقدر بوده؟ چه خبر بوده مگه مدینه؟ چند تا خونه توش بوده؟ چقدر سرمایه توش بوده مگه؟ یه حرف بی خودی. ببین چیه داستان. پس اگه اسطوره رو بشناسید فایدهش اینه، سره رو از ناسره تشخیص میدی در تاریخ، بعد دیگه شخصیت های تاریخی اونه که باسه تو انسان درسته زیر سوال نمیره. ما الان انبیا رو بردیم زیر سوال بخاطر اینکه شخصیت هاشون اسطوره‌ای واقعی نیست، اصلا انبیا همه بیکار علافن، هیچ کدوم شغل ندارن. اهل بیت رو بردیم زیر سوال، هیچ کدوم شغل ندارن، اصلا زندگیشون طبیعی نیست، هیچیش معلوم نیست. من چجوری ازدواج میکنم، چجوری بچه دار میشن، چجوری، همه زندگیشون معماست. با اون وقت چون معماست به ما نمیخوره. مثلا یه چیزایی میگن راجع به بخشش اهل بیت، بعد میگه خب ما نمیتونیم اینجوری اصلا نیست، نداریم انقدر که بخوام اینجوری ببخشم. بعد ذهنیت چی شده که منتظر یه امام زمانی هستی که تشریف میارم میری بهش میگی ابن رسول الله من گرسنم، میگه 2000 سکه بگی برو. یعنی
ببین قشنگ معلومه که منطقی نیست. 2000 سکه همیشه خیلیه و 2000 سکه همینجوری بدون هیچی داد به طرف رفت. و کجا میاد اینا؟ آقا بانک مرکزی باشه تموم میشه. این نیست که یارو میگفت آقا فلان عالم دوشکی داشته ازش پول میداد تموم نمیشه. آقا دیگه نمیدونم ولی شاید بوده دیگه. یا نوای زندن نه اما شکایت کنن یا آقا جون ما بوده، من چه میدونم حتما بوده. وقت جالبه همونایی که میگن پولش تمام نمیشد میگن یه کسی اومد گفت آقا یه پول قرض گرفته بود نیورده بود سر تایمش بده، بعد اومد گفت آقا من یه پولی نیاز دارم، بهش گفت که زیر تشک بردار، تشک داد بالا گفت بردار، گفت اینجا هیچی نیست، گفت یکی برده بود خراب بود بیاره نیورد. خب اگه این حرفو داری میزنی پس اون تشک چی بود که پول زیرش بود؟ مثلا روغن چراغ الان شما تو تمام دهات ایران برید، مال جد ما هم میگن میرزا ابوالقاسم میرکبیر خانسار دفنه، بهش میگن میگن قبر آقا، میگن آقا روغن چراغ نداشت بچه پول گرفته بره روغن چراغ بخره پولش گم شده بود. من اینو تو 20 تا من فکر کنم 100 تا دهات تو ایران رفتم سخنرانی، تو 100 تاشون میگن تو ده ما یک بزرگی بوده و اینو نقل میکنن، همه میگن اصلش اینجا بوده، ما میگیم اصلش مال ما بوده. بعد بچه پولش روغن چراغ میخواست نداشت و گم کرد پول رو، اومد مسجد پیش آقا، بعد آقا دید گریه، گفت چه تو بچه گریه میکنی؟ گفت من پولمو گم کردم، یک قرون ننم دادو برم روغن چراغ هم گم کردم. دبه بچه رو گرفت زد تو آب حوض داد به بچه، گفت ببرم روغن چراغ، اونم برد گذاشت خونه و در رفت. حالا میفهم آب دیگه. بعد چند وقت بعد ننش بهش گفت ننه این روغن چراغ رو کجا خریدی تموم نمیشه؟ گفت روغن چراغ ها راستی من پولا رو گم کردم آقا زد تو حوض مسجد. گفت ای آب حوضه روغن چراغ تموم شد. این نقل از 1000 نفر من شنیدم تا حالا، تمامش که اینه که آقای چی آقای اسطوره‌ای درست کردن، یه آدم خوبی که مثلا اینجا بوده همه میگن آجاقای ما بوده اینجوری این داستان برش میاد. آب مثلا چه کرامتیه آب حوضو بکنی روغن چراغ، این چه کرامتیه؟ مثلا ما اومدیم که به یه مقام برسیم دبره بزنیم تو آب حوض مسجد بشه روغن چراغ، این چه کرامتیه؟ مثلا به اینش کسی دقت نمیکنه. خب که چی ما دست کنی تو جیبش بگم اونجون یک قرون برو روغن چراغ بخ، معجزه نمیخواد که. برای اینکه یک قرون نگذره آب حوضو کرده روغن چراغ. مطلب رو میگیری؟ ببین چقدر ساده است، معلومه اسطوره است، ساخته شده. چون ما دوست داریم آدم ها ماور قدرت های ماورایی داشته باشن برای ما جذاب، رو آب مثلا را برن، خب پشم رو آب را میره، این چه کرامتیه؟ نه پرواز میکنه، کلاغم پرواز میکنه، کفترم پرواز میکنه، لازم میره 2 ساعت میمونه بالا، رفیقم داره 4-5 ساعت هم بیشتر میمونه بالا، بالا بره این دور میچرخه بره بالا، همه شهر ببیننش. خب این چه کرامتی شد؟ مثلا میره تو خاک، خب کرمم میره تو خاک، آقا از دیوار رد شد، خب کرمم از این مورچم از این دیوار رد شد، این چه کرامتیه؟ ولی اینا تو ذهن ما مهمه، اینا رو ساختیم دیگه، هیچی رو دوست داریم اسطوره براش درست میکنیم. حرفای غیر منطقی غیر عقلایی بیفایده، ظاهرش اینه. ببین یه وقت اسطوره رو عالم درست میکنه حکمت توش ریخته، یه وقت جاهل درست میکنه جهالت در جهالت، یعنی تو ظاهر و باطنش چیزی گیرت نمیاد. هفتم هم نه مشکلی که نداره، ما که مسئله نداریم که تو دینم از اسطوره استفاده شده باشه، مشکل وقتی پیش میاد که شما اسطوره رو با واقعیت اشتباه بگیری. من که نمیگم اسطوره چیز بدیه، میگم بشر تمام سرمایه معرفتیش رو ریخته تو ظرف اسطوره، این که اشکال نداره، ولی میدونه اسطوره است، میدونه که قالبه مهم نیست، میدونه حقیقتی است که مومیایی شده، این مومیایی مهم نیست، اینو بذار کنار به حقیقت برس. اشکال از کجا پیش میاد؟ که اسطوره رو باور میکنه طرف، فکر میکنه این واقعیته، اونجا اصلا دینو میبره زیر سوال. کل مثلا ما واقعی نه مهمتر اینه که بقای این بمونه، این
آقا شاید و اینا که نداره، این بحث علمی، شاید ور نمیداره که، میگم این کارو کردن اشکالی هم نداره، استفاده از ظرف اسطوره اشکالی نداره، به شرط اینکه شما بدونی که این اسطوره است، واقعیت نیست، این حقیقت داره. اونجایی که شما اسطوره رو با واقعیت اشتباه میگیری یعنی آدرس غلط، به مشکل میخوری دیگه در همه چیزا. بعد در طب اشتباه گرفتن همین الان داره کشته میده. طبی که الان دارم میگن یه عده طب نمیدونم سنتی دینی فلان چی چی چی، اونورش هم کشته میده ها، اون علم تجربیه توش کوتاهی میکنن، اینور یه وقت اسطوره قاطی نسخه شده، بعد یارو میره تو بیابون فلانجا. من کتابای طبی قدیمی به شما نشون بدم، همش هم شعره، به صورت شعره، نسخه ها شعره. مثلا میگه جوز هندی فلان منطقه رو با مثلا گوشت، مثلا زبان گوسفند فلان منطقه رو با مثلا نمک دریای فلان دریا رو قاطی کن و مثلا شعر گفته، قشنگ قافیه ردیف داره. خب بعد بعضی ازش نسخه هاشو توش نگاه میکنه، این اسطوره به کار رفته، مثلا یه خواص عجیبی میگن واسه یک مثلا مارمولکی در بیابان‌های عربستان، یه خواص خیلی عجیبی براش میگن، خب که اصلا منطقی هم نیست، قشنگ معلومه اسطوره است، یارو عشق مارمولک بوده نشسته واسش خاصیت هم درست کرده، شاید یه خاصیتی داشته باشه، ولی این که میگن نمیشه، یه خاصیت رویایی میگن براش، بعد تو نسخه هست. حالا یه کسی اینو باور کرده و به یه مریضی گفته که میخوای فلان دردت خوب شه، برو مارمولک فلان جا رو بگی مثلا دومشو اینجوری کن اونجوری کن خوب میشی، بیچاره فرستاده دنبال یه نسخه اسطوره‌ای، رفته اونجا بعدم مرده، تموم شد رفت، هم مارمولک خوردش. میگیری چی میگم؟ میخوام بگم اشکال از کجا پیش اومد؟ اسطوره رو کرد نسخه طبی، خب مریضو میکشی دیگه. اسطوره رو بکنی دین، غیر منطقی میشه، جوونه میگه من قبول ندارم. اسطوره رو میکنی تاریخ، طرف میبره زیر سوال، یکی علکی میبره بالا، یکی علکی میاره پایین. الان همه ما مثلا میگم دیگه، در تو جغرافی اسطوره برده تو جغرافی، خواسته معارفی که از جغرافیا فهمیدن نگر داره، اونی که ریخته میدونسته چیه، بعد یه باور کرده شده قتل عام، کلی آدم کشته شدن که زمین مثلا رو شاخ گاوه، نمیدونم رو گاوه رو ماهیه داست. توسلی که توی دین گفته شده با اون برداشت عمومی مذهبی و از توسل متفاوته، اشکال از فهم غلط اون یعنی فهم غلط یه عده از مذهبی ها از کلمه توسله. میدونی چیه؟ مثلا به شما میگم، ما میریم مدرسه، مثلا میریم راجع به بچه‌مون با معلمشون مذاکره کنیم، میریم آقا وضعیت تحصیلیش چجوره، میگه آقا بچه‌تون مثلا خوبه، میگیره خوبه مطلب فلان، بعد میگه آقا ببین بچه‌تون رفیق نداره، خب یه پسره هست تو کلاس خیلی درسش خوبه، خیلی هم خوش اخلاق، اگه شما با پدر مادر اون صحبت کنید این دو تا بچه با هم رفیق شن، این رفاقت باعث میشه که بچه شما هم که مثلا درسش مثلا از 100 تلاشش از 100 مثلا 60 70 وقتی با یه بچه رفیق میشه که تلاشش از 100 100 اینم تلاشش رو میبره بالا. میگه این دوستی خاصیت داره برای بچه شما، ازش بار مثبت میگیره. خوبه؟ این الان پیش میاد، الان دیگه الان یک نسخه ایه این که با دوستی میتونی شما اراده در کسی ایجاد بکنی که آقا ارادهش قوی تر بشه، تلاش بیشتری بکنه، بره به یه سمتی. داستان ما با اهل بیت اینه، من قراره برم کنار امام حسین، تو داستان امام حسین از امام حسین کرم بگیرم، از امام حسین تلاش یاد بگیرم، از امام حسین معرفت رو یاد بگیرم، تفکر رو یاد بگیرم. حالا ما چجوری میریم سراغ امام حسین؟ ما کاری با رفتاراش نداریم، شخصیتش رو اسطوره‌ای کردیم، رفتاراش با ما نمیخونه، نمیدونیم شغلش چیه، با زنش چجوری برخورد میکرده، اسم بچه‌هاشو چی میذاشته، خود چیکار، اصلا هیچیشو نمیدونیم، یه مقدسیه که هیچ نسبتی با زندگی ما نداره. بعد میگیم آقای مقدس زندگی ما رو درست کن، آقا تو اصلا زندگی نسبتی با اون نداره. اگه شما امام حسین واقعی رو بشناسی، جز جز زندگیش به شما انگیزه میده برای خوب بودن. میگه ببین امام حسین وسط جنگ
دشمن داشت عربده میکشید، دخترش گفت بابا من دوست دارم یه دقیقه بشنم رو پای تو. دست رد به سینه دخترش نزد، اومد نشست گفت بیا بشین رو پای من. بعد تویی که صبح میخوای بری سر کار، بچه میگه بابا بابا منو بوس کن، بگی بچه رو میدیدم شده فلان، میگه آقا یه دقیقه بشین بچه تو بغل کن، درس بگی برای زندگیت. اگه امام حسین، پس توسلی که گفتن بریم سراغ اهل بیت، اینه منظور، بریم ازشون چیز یاد بگیریم. تو رفاقت با اینا وقتی امام حسین رو دوست داشته باشی، رفتاراش هم اینه، آقا ببین چقدر خوب با بچهش برخورد میکنه، ببین با همسرش چه نامه های عاشقانه بین هم داشتن، ببین چجوری کاسبی میکرده، چقدر با منطق کاسبی میکرده، بخششش رو ببین، حساب کتابش رو ببین، یاد میگیری ازش دیگه. شما اگه منطق امام رضا رو داشته باشی، حالا شما هی الحمدلله به فضل خدا من جوابتونم دادم، باز شما زدی به یه جای دیگه. خواستم به شما بگم این که یه عده‌ای ممکنه یه مسیری رو اشتباه برن، خب اون داره اشتباه میره، خودش میدونه. اما نه، من بچه‌م مریض شده بردمش دکتر، دارو هم براش گرفتم، دارو هم بهش دادم، حالا اومدم دست به دامن خودشم، میگم خدای خاصیت این دارو رو برای بچه من مثبت قرار بده، من که بردم دکتر، کار منطقی رو کردم. ببین دعای بعد از اعمال منطقی یعنی شما داری به کائنات میگی که انرژی مثبتتون رو بدید، این دارو بهتر تاثیر بذاره رو بچه من. این که منطقی، این که اشکال نداره. اما نه، من بچه من نبرم دکتر، دارو هم بهش ندم، هیچی، بیا میگم خدای بچه من نجات بده. حضرت موسی مریض شده، تو روایت داره گفت خدا من خوب شدم، گفت پاشو برو دکتر، گفت من خاصیتو به گیاه دادم، علمشم به طبیب، پاشو برو دکتر چی من خوب بشم. بله، شما میری دکتر، دوا رو میگیری از دکتر، دوا رو مصرف میکنی، میگه حالا خدایا خاصیتشو، اون دعا میشه کاتالیزور. ها، یعنی من دوتا ماده شیمیایی ریختم توی ظرفی، داره واکنش اجرا میکنه، من یه ماده دارم بهش میزنم سرعت واکنشو ببره بالا. دعای بعد از فعل منطقی این چیز خوبیه، این درخواست نیروی مثبت از عالم به کائنات داری میگی که آقا جون نیروی مثبت بدید، من مسیر منطقی رو رفتم، یه کاری کنید زودتر به نتیجه برسم، این اشکالی نداره. اما هیچ کاری نکردی فقط دعا بکنی، این چه دعایی شد؟ این مال تنبلاست، یارو حال نداره کاری بکنه، خدا امام زمان بفرست مشکلات حل بکنه. خب تو قرار نقش برق چوغانه رو بازی کنی؟ طبق خودتو جمع کن، مثلا جامعه رو ولش کن، تو خودتو درست کن، تو لباس پوشیدن خودتو درست کن، تو یه مسواک بزن. حالا دیگه مسواک یعنی روایت و حدیث و اینا، همه تلویزیون تبلیغ. حالا شما الان تبلیغ ها خیلی مامانی شده، دو تا بچه خوشگلم هم همه بچه‌هاشون بور هستن، انگار ما تو اروپا زندگی، دست از اروپا زندگی می‌کنیم، بچه بور چشا زاغ، اصلا نمی‌بینی بیرون، هر چی می‌بینی که چه کلو فلان این چیزای تلویزیون ها کجا میره نمی‌بینی، اصلا تو بچه لندنی ولی من کار نره. ما زمان ما یعنی دهه 60 یه موشه بود مثلا 3 متر قد، بعد میگفت بچه ها مواظب باشید باشید باشید، مثلا ما اینو میدیدیم 3 هفته شب ادراری داشتیم. بعد اون به ما میگفت مسواک بزنید، میگم اونم میفهمید باید مسواک بزنیم. اون یه لاشخوری بود، یادتونه چه برنامه عجیب و غریب بچ، اصلا من موندم ما چجوری زنده موندیم پا تلویزیون. خدا هم را آره خدا را هم که تلویزیون سیاسفید بود، رنگی بود که آقا اصلا توهم میزه. حالا میخوام به شما بگم آقا تو خودت یه مسواک هنوز نمیزنی دهنت، لباست مرتب نمیکنی، هیچ آدم تنبل ول، یه کتاب نمیخونی، زره فکر نمیکن. امام زمان از صبح نهره بزن، آقا چی نهره بزن، باشو برو درستو بخون، برو مطالعاتو بکن، کارتو بکن. میخوام بگم تو خودت هیچ کاری نمیکنی، منتظر یکی بیاد همه چی رو درست کنه. این دعای اثر تنبلیه، آقا اصلا دعا به زبان نمیخواد گفته بشه، که تو عمل نشون میده شما منتظری یا نیستی، زبان نمیخواد، به زبان نمیخواد، خدایا زبان نمیخواد، رفتارمون نشون میده چی کاره. بسه بچه دیگه، حامد هست، شما هم هستین، آقای رفیع هم هست، حامد اینجا سر آمیتجا اینجا سر.